بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده مؤمنه به فرمانروای عالمیان سید فاطمه روحانی هستم. در مورد گیرندگی آینده یا مثلا آینده نزدیک چند ساعت بعد، فردا، پس فردا به این صورت، چون که انرژی هایی که از بالای سر ما ریزش پیدا میکنه برای حضور در زندگی ما و تغییر و تحول، حالا میتونه این تغییر و تحول مثبت باشه، میتونه منفی باشه، توجه فرمودید، ابتدا شما کرم به صورتت میزنی، کرم نگاه میمالی به صورتت، نگاه نمی کنی، فقط با کرم صورتت رو ماساژ میمالی که اون سفیدی کرم مشخص باشه روی صورتتون. بعدش نگاه میکنید تو آینه یک لحظه، یعنی نه اینکه بشینید به خودتون فشار بیارید ببینید که این چه شکلی رو تشکیل داده. یک لحظه، اولین لحظه که نگاه کنید روی صورتتون متوجه میشید مثلا یک شکل، یه آدمی داره میخنده، فرض بفرمایید یه بچه از داره میخنده، یه بچه از، یه پسر، یه دختر، حالا هر شکلی که به شما حس یا خنده داد یا گریه داد یا وحشت کرد، یه شکل وحشتناک دیدید مثل شکل دیو، نمیدونم این چیزا که میکشن، اگر منفی بود شما الله و غفور بخونید حداقل 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه ظهر، عصر، شب. اگر مثبت بود که خدا رو سپاسگزار باشید که وضعیت و شرایط بسیار خوبی برای شما در راه در آینده نزدیک. و چیزهایی رو هم که میبینید روی صورتتون، ببینید دارم میگم لحظه اول، یعنی به محض اینکه حالا این کرم رو مالیدید، سرتون رو بلند میکنید، تو آینه صورت خودتون رو نگاه میکنید، لحظه اول ببینید چه شکلی صورت گرفته روی صورت شما، نقش بسته. اونه که نمایانگر وضعیت و شرایط چند ساعت یا چند روز آیندتونه. شما میتونید چند روز این کار رو انجام بدید، بنویسید مثلا دیدم گله، دیدم تابلوه، دیدم کفش افتاده، دیدم حالا هر چیزی، و بعد از چند لحظه دیگه یا چند روز دیگه متوجه میشید که چه چیزهایی داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. برای خود شما خیلی مهمه. در مورد نورها، شما چراغها رو باید خاموش کنید، خاموش خاموش، یعنی پرده ها رو به صورتی بکشید که کوچکترین درزی از نور یا حاله از نور نباشه. در اونجاست که میتونید نورهای رنگی رو ببینید و چشماتون رو ببندید ابتدا، حداقل 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، و بعد چشماتون رو باز کنید ببینید چه نوع نوری رو میبینید، چه رنگ هایی رو میبینید، به چه قطری و به چه اندازه، که متوجه میشید شما گیرندگی. اگر شما نور سبز رو ببینید که امواج شما اطراف شما رو گرفته و یا شما دارید میبینید این نور سبز یشمیه یا سبز لجنیه یا سبز از این سبزهای روشنه، اینها همه ربط به شفا داره، یعنی شما گیرندگی انرژی شفا رو دارید. اگر مثلا آبی زنگاری ببینید که این ربط به اعجاز خداوند داره، یعنی داره یک وضعیت و شرایطی برای شما پیش میاد که به قدرت شما نیست، به قدرت خداونده. و اگر رنگ سفید و نقره‌ای و مثلا رنگ زرد و این چیزا دیدید که متوجه میشید
اگر خودتون تنتون سالمه متوجه میشید که گیرندگی گرفتید از افرادی که بیمار هستن. توجه فرمودید. و اینها رو شما باید بنویسید که چه رنگ های رو دیدم و وقتی دیدم چه حسی پیدا کردم. خب در مورد گیرندگی کاسه آب، یعنی توی آب دیدن، شما باید یک کاسه که کنده شده از قرآن باشه، مخصوصا آیت الکرسی. آیت الکرسی رو شما بخرید از این کاسه های بزرگ که توش آیت الکرسی کنده شده، از همه بهتره تا سوره های دیگه، فقط آیت الکرسی. و چون که شما اون وقت توی اون آب معدنی بریزید، تو اون کاسه آب معدنی بریزید و امواجی که برای شما میخواد سرازیر بشه در زندگیتون، وقتی که آب میخورید به اون آب، به اون آیات قرآن وصل میشه. آیات قرآن، موکلهای قرآن از طرف خداوند به شما نشون میدن، شکلهای رو شما میبینید توی اون آب که یا هشدار یا مثلا چیزهای خوبه که به شما بالاخره میفهمونن یه سری مطالب رو. و اگر واقعا شما بخواهید کارهایی رو انجام بدید که پیشگویی کنید، در راه خداوند گام بردارید و اصلا پیشگوییتون رو بذارید نقطه مرکز و از خداوند بخواهید که یا رب العالمین شما به من این قدرت پیشگویی رو بدید، من تبلیغ خداوند رو، تبلیغ شما رو میکنم، تبلیغ کتابت رو میکنم که خداوند با موکلهای قرآنش از شما حفاظت کنن، وگرنه خیلی نیروهای بدی بهتون حمله میکنه. فرمودن که اون کاسه آب رو از اون آب اون شخص مقابل باید بخوره که شما میخواید پیشگویی کنید، نه خودتون. توجه میفرمایید. بعد فرمودن باید خونه هایی رو انتخاب کنید که در ارتفاعات باشه، دروغ نباید بگید. این ارتفاعات یا در کوه باید باشه یا مثلا اگر هم توی شهر اسکان دارید، آخرین طبقه باشه. و حتما 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 چند روز شما برید بیرون از شهر، در بیابون باشید، در کوه باشید، در جنگل باشید، هر کجا که نزدیک زندگیتون هست، خونتون هست، در اونجا شما باید ذکر بگید و تبدیل انرژی هاتون بشه. بعد فرمودن که شما در مورد پیشگویی باید احترام بذارید به تمام عناصر، مثل باد، خاک، آب، آتش و گیاه، جماد، نبات، تمام اینها. و این رو باید بدونید که همه هوشمند هستند، تمام عنصرها هوشمند هستند. یه گیاه هوشمنده، او میفهمه حتی صحبت کردن شما رو، اما شما فکر میکنید که او در یه سکونی قرار گرفته، هیچ حرکتی نداره، فقط داره رشد میکنه. نه، همه هوشمند. و انشاءالله که خداوند خودش بیاری شما میاد. این مطالبی که الان خدمتون عرض میکنم، مطلب رو در ویدیوی بعدی خدمتتون عرض میکنم. در پناه خداوند بزرگ باشید.